با حضور وزیر علوم، دستاوردهای جدید محققان جوان کشور در صنعت هوایی در اسلام شهر رونمایی شد. از جمله دستاوردها ساخت دستگاه گیرنده و فرستنده رادیویی و تولید شیرهای الکتروهیدرولیک خود کنترل و انژکتور موتورهای توربینی هستند. فرستنده رادیویی و شیرهای الکتروهیدرولیک خود کنترل که کمتر از 10 کشور آن را در اختیار دارند. تونستیم جایگزینی برای تمام این رنج رادیوهای ایجاد بکنیم و با تولید انبوه ما بالای 70% از قیمت تمام شده محصول خارجی رو میتونیم تو در داخل کشور بومی سازی بکنیم. توی صنایع هوایی موتورهای هواپیما و توی صنایع نیروگاهی و گاز برای توربین ها و توربو کمپرسور ها استفاده میشه. ارزاوری بسیار خوبی برای کشور داره. این مثلا ایران برای حمایت از شرکت های کوچیک و متوسط که مشکلاتی دارن برای رسیدن به استانداردهای خاص یا بالا بردن کیفیت محصولاتشون، آمادگی رو داره که سرمایه گذاری بکنه. فقط نیاز هستش که اونها به سازمان مراجعه بکنن، نیازهای فنی یا فناورانه خودشون اعلام بکنن توسط همکاران ما در بخش‌های پژوهشی و همینطور شرکت‌های در واقع دانش بنیان و عهده فناوری که تمایل و توانایی انجام این کار رو دارن، در واقع سازمان آمادگی رو داره بهشون کمک بکنه.